سلام بچه ها، من ستای شنبه کانالم، خوش اومدین. امروز برای مجموعه فانتزی خفن بهتون معرفی کنم. یه مجموعه فانتزی سه جلدی که دو تا جلدش اومده، جلد بعدیش هم امسال میاد. سال که شروع کردم به کتاب فانتزی خوندن، مجموعه مختلفی خوندم که خب موجودات جادویی و سیستم جادویی هر کدوم از این کتابا و دنیاها با هم فرق میکنه. معمولا کتابای خوندم که حالت فیری تیل تور داشته باشن یا مثلا خوناشامی باشن یا گورگینه تو دنیاش باشه یا همچین چیزی، ولی فکر نکنم اصلا کتابی خونده باشم که جادوگری باشه. راجع به خوندن این کتاب خیلی شک داشتم، چون نظرات کاملا متفاوتی راجع بهش شنیده بودم. اول از همه این که یکی از بوکتاکرهای خیلی مورد علاقه من اینو معرفی کرد و اینقدر با هیجان و جذاب راجع بهش صحبت کرد که همیشه تو خاطرم مونده بود که یکی از فانتزیایی که باید حتما بررسی کنم و اگه خوشم اومد بخونم. اگه یه کتاب جادوگری دوست دارین که جادوگر آشپزی هم میکنه، حتما این کتابو بخونید. شخصیتاش به شدت دوست داشتنی و جذابن و موضوعش به نظرم جالب بود، چون من فانتزی با همچین موضوعی نخونده بودم. درسته انمی سولاورز بود، یعنی با این موضوع معروف شده که میخوام معرفش کنم، میگن مثلا اگه انمی سولاورز دوست دارین این کتاب فانتزی رو بخونید. من دوست داشتم ولی عاشق این یکی شدم، به طوری که امتیازم به جلد اولش 4.75 از 5 بود. کتابی که خیلی عالی باشه بهش 4.75 میدم معمولا. اینم خیلی خوب بود، شدیداً ازش لذت بردم. اول از همه این که ریتم اتفاقی داستان خیلی سریه، داستان پر از اکشن و دراماست، خیلی سری پیش میره، شخصیتاش دوست داشتنیان و خب یه چیزی هم که هست اینه که از همون فصل اول خوشم اومد. یعنی از این فانتزی نبود که مثلا یکم طول بکشه تا بخوام عاشق داستان و شخصیت بشم. یه خانواده هستن که توی جزیره تو ایتالیا زندگی میکنن، جادوگرن و خب مردم دو دستن، جادوگرا یا آدمای عادی. آدمای عادی از این جادوگرا میترسن، ازشون وحشت دارن، میگن اینا اهریمنیا، نیروهای شیطانی دارن، بعد اینا رو بگیریم بکشیم. خب یه سری خانواده هستن که جادوگر، اینا باید هویتشون رو مخفی کنن تا بتونن به زندگیشون ادامه بدن. این خانواده دو تا دختر دوقلو داره. یکی با اون بزرگشون همیشه جادو و جادوگری و طلسم و چیزای مختلف کار میکنن، چون مادر بزرگشون یه جادوگر خیلی حرفه‌ایه و خیلی هم باحال. داشتم این کتاب رو همزمان با یه کتاب دیگه همخوانی میکردم، یه فانتزی دیگه. اونو گذاشتم کنار که بتونم این یکی رو کامل بخونم. اینقدر واسم جذاب بود. جنایت، عشق، جادوگری، جادوی تاریک، سبک گوتیک داره، تمشی زر حالت تاریکه. نکته خیلی خیلی مهمتر، همیشه رمانس همه کتابا، چه فانتزی چه کلاسیک چه کلا خود عاشقانه، واسه من خیلی مهمه. رمانس این خیلی خوبه، یعنی واقعا خوبه. از این غیر طبیعی نیست که مثلا فصل اول با هم آشنا بشن، فصل دوم یهو ببینی عاشق هم پیرن تو بغل هم، خیر از این خبرا نیست. خیلی زیبا و طبیعی پیش میره و این تنش لعنتی بینشون خیلی خوب نوشته شده. من از مدل داستان نویسیش خوشم میاد. جهنم تو این داستان 7 تا شاهزاده داره که فکر میکنم 7 تا گناه کبیرن، حسد و غرور و خشم و اینا، که خب این دختره یه مأموریت رو باید به انجام برسونه، میخواد یه حقیقتی رو کشف کنه، خیلی هم عصبانیه و خب مأموریتش هم خیلی هم جدیه. تو این رو مجبور میشه که با یه شخصی که نباید، یه شخص کاملا ممنوعه، یه قراردادی ببنده که به هم کمک کنه که جفتشون ازش سود میبرن. اینهای احضارش و مثلا احضار شیطان، احضار روح، نمیدونم، اینا خیلی باحال توصیف شده. این از کتاب اول. اولش یه قسمتیش هست که یه جایی رو توصیف میکنه، یه محلی بوری اونجا رو توصیف کرده بود که من حس میکردم اونجا قرار دارم، دارم از سرما یخ میزنم. خیلی قشنگ اون تیکش رو توصیف کنه. داستان یهو افت میکنه، پلاتش در هم و بر هم میشه، اصلا به هم میریزه، نامعلومه، تو نمیفهمی دقیقا هدف داستان چیه، دختره داره چیکار میکنه، چی میخواد دقیقا. اتفاق وحشتناکی که میفته اینه که کتاب درباری از مه و خشم ساراجی ماسو گذاشت جلوش، کپی کردون و دیگه خیلی مثبت 18 شده بود. یه سری شخصیتایی آورد تو داستان، مثلا یهو خواست به اونا نقش مهمی بده که به نظرم اصلا نتونست خوب عمل کنه. من تا 56% فکر میکنم این کتابو خوندم، به جایی رسید که خیلی یهویی BDSM شد. یه اونجا کتابو بستم، گفتم با این اوصاف، از اونجایی که من کتاب دومم تموم نکردم، احتمالاً کتاب سومو نمیتونم بخونم دیگه، چون نمیدونم کتاب دوم تا آخرش چی میشه. شاید بعداً وسوسه‌شم برم مثلا کتاب دوم واسه خودم اسپویل کنم آخراشو یا قسمت‌های مختلفش که ببینم چی میشه که بتونم برم کتاب سوم بخونم، ولی بعید میدونم. اینجوری که کتاب دوم پیش رفت، احتمال میدم کتاب سومم
مثل همین باشه. شخصیت پرش تو کتاب اول خیلی خوبه، تو کتاب دوم واقعا بده، چون میاد یه سری ویژگی‌ها رو به شخصیت‌ها نسبت میده که تو از اول شخصیت‌ها رو اینجوری نشناختی. تو نمیتونی یهو باور کنی این شخصیت این حرکت ازش سر بزنه، چون تو یه کتاب کامل رو باهاش گذروندی، تو میدونی این اینجوری نبوده، یهو چجوری ممکنه این اخلاق ازش سر بزنه. تو به دوم 2 ستاره دادم، اینقدر اعصابم خرد کرد. یه ویدیو واسهتون درست کردم که استاتیک کتابشه، بیشتر استاتیک کتاب اوله، امیدوارم ببینید، خوشتون بیاد برید مجموعه رو بخونید، چون خیلی جذابه کتاب اولش، و امیدوارم شما از کتاب دوم خوشتون بیاد و لذت ببرید و بتونید کتاب سوم هم بخونید. امیدوارم که از ویدیو امروز هم لذت برده باشین و تصمیم بگیرین این کتاب زیبا رو بخونید و ازش لذت ببرید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب بهتون نره. وقتی سابسکرایب میکنید اون زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید که هر دفعه من ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش واسهتون بیاد و بتونید سریع بیاد ببینید. چرا؟ چون من هفته یک بار یا بعضی وقتا دو بار ویدیو میذارم، کتابای جذاب معرفی میکنم و دلم نمیخواد این کتابای جذاب از دست بدید. روز قشنگی داشته باشید. خدافظ.